سلام خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه بحث پاور بی آی و این جلسه میخوام ابتدا در رابطه با تول تیپ صحبت بکنیم. تول تیپ یادتونه که چی بود دیگه؟ شما وقتی موستون رو میبردید روی گرافتون، وقتی هاور میشد روی یکی از این همین ولیو ها، مقدار اون نقطه رو به صورت یک باکس کوچولو نمایش میده، به این میگن تول تیپ. به اینا میگن تول تیپ. شما میتونید اطلاعاتی که داخل این تول تیپ نمایش داده میشه رو بچه‌ها کم و زیاد بکنید. مثلا من میخوام علاوه بر اینکه الان داره جمعیت دقیق ناحیه های مختلف رو توی نقطه نشون میده، یه چیز دیگه هم بهش اضافه کنم. مثلا میخوام کانتری اگه بندازم خیلی شلوغ میشه فکر کنم. بذارید کانتری رو بندازیم تو تول تیپ ببینیم چه جوری میشه. الان کانتری انداختم توی تول تیپ، ببینیم چجوری میشه. خب خیلی شلوغ میشه، وقت همین نشونش نداد. بذار یه چیز دیگه بندازیم. رجینه ایمو میندازم توی تول تیپ، هم تو اکسیسش دارم هم تو تول تیپ، ببینم چجوری میشه. باز خیلی تغییری نکرد. چی رو بندازیم؟ خدا رو خوش بیاد یه چیزات بندازیم که جواب بده. آها، مثلا فیمیل پاپولیشن یا شیر فیمیل پاپولیشن، اینو میذارم تو تول تیپ. الان اینجا به من بچه ها نیا کنی، باز نشون نداد چون کوچیکه. بذارید ببینم. آه من تو این انداختم. خب بذار اینو پاک کنم، میخوام تو این بندازمش. اینو سلکت میکنم، شیر رو میذارم تو تول تیپ. الان نشون داد، نیا کنید یه چیز جدیدی اضافه شده به نام شیر فیمیل پاپولیشن. به من میگه که مثلا اون پایین تو اروپا یا مثلا یه جوری آسیا مثلا جمعیت کل رو نشون میده، پایینش هم نمیشه 48.8% جمعیت آسیا زنان هستن. مثلا توی آفریقا جمعیت زنان بیشتر از مرد هست، 50.14 و جای دیگه نمیکنید، اونم نشون میده. شما میتونید اطلاعات داخل تول تیپ رو کم و زیاد کنید، ولی از یه حدی بچه بیشتر نمیتونید بکنید چون جا نمیشه. این از این نکته. قابلیت دیگه که توی پاور بی آی تو قسمت ریپورتش وجود داره بحث هایلایته، مخصوصا زمانی که شما چند تا گراف دارید. من اینجا دو تا گراف دارم، میام روی این گراف سمت راستی بچه ها روی آسیا یک کلیک میکنم، این سمت چپی هم فقط نمودار آسیا میمونه بچه ها. به این میگن قابلیت هایلایت. الان مثلا آفریقا رو کلیک کنم فقط آفریقا میمونه، اروپا، آمریکا شمالی، آمریکا جنوبی. یعنی اینجوری شما میتونید گراف اون ناحیه به خصوص رو ببینید تو هر دو تا گراف همزمان. دوباره یه جا بیرون کلیک کنم همه رو به من نشون میده. به این قابلیت میگن هایلایت. برعکسش هست، مثلا من اینجا اگه مثلا بیام روی نقطه کلیک کنم، میبینید اینجا یه تیک آبی پررنگه. این آبی پررنگه همین نقطه هست بچه‌ها، همین نقطه هست. اینجا کلیک کنم، میگه آبی پررنگی عوض شد مقدارش. مثلا بیام روی این زرده کلیک کنم، میگه آمریکا، آفریقای جنوبی، میگه ساوت آمریکا جنوبی، میگه اینا اینجا نشون میده. این هر دو طرف این قابلیت هایلایت رو دارن. خب مورد بعدی که وجود داره اینه که شاید شما بخواید این هایلایت رو غیر فعال کنید. دوست داشته باشید وقتی اینجا این کلیک میکنید این ولم هایلایت بشه. برای اینکه بخواید همچین کاری بکنید، میاد تو تب فرمت این Edit Interactions رو میزنید. این بالا بچه نیا کنید، دوتا گزینه اضافه میشه. بذارید سمت چپی رو بزنم، برای اینم Edit Interaction رو بزنم، این رو غیر فعال کنیم. گراف سمت چپ انتخاب میکنم، Edit Interaction نیا کنید، اینجا چند تا چیز اضافه میشه. خب اینو میزنم حالت Noun رو فعالش میکنم. الان یک روی این کلیک میکنم بازه نشون میده. بذارید یه لحظه، نباید نشون میداد یه لحظه، بذارید گرافش رو بیارم پایین تر. نیا کن اینجا این Edit Interaction اینجا هست، میبینید اینو میذارم رو حالت Noun. الان روی این کلیک میکنم، نیا کن روی این هیچ تأثیر نمیذاره. اگه بذارمش رو حالت بغلش یعنی فیلتر، فیلتر میکنه. نیا کنید این قابلیت فیلتر براتون فعال میشه. حالا میام روی سمت راستی دوباره Edit Interaction رو میزنم. یه گزینه دیگه اینجا دارم، یه فیلتر دارم.
یه هایلایت دارم یه دونه نم دارم. هایلایت رو که همون بود که دیدیم، این چیه؟ فیلتر. آها، اینم که همون فیلتر خودمونه. اوکی، یه چیز دیگه هم میمونه اینجا. آها، نیا کنید بچه ها، من الان مثلا آسیا رو فیلتر کردم، میبینید؟ موس رو که ببرم ببینید علامت مخروط حالت قیف شکل، هیچ اینجا نشون نمیده. الان ببینید که سمت چپیه برم، به من میگه که تو این گراف آسیا فیلتر شده، میبینید؟ حالا برعکس رو انجام میدم، میام تو این سمت چپی یه نقطه کلیک میکنم، میام تو این سمت راستی میرم روی این، میگه که اینجا سال 2008 آسیا فیلتر شده، سال 2008 آسیا. پس اینجا میتونید شما فیلتری که اعمال شده رو ببینید. خب مورد بعدی که میخوایم این جلسه راجع بهش صحبت کنیم، روی هایرارکی میخوایم صحبت کنیم یا سلسله مراتب. بذارید بنویسم کلمشو. میخوام راجع به این صحبت کنیم. اگه درست بنویسم هایرارکی. اینجوری نوشته میشه اگه اشتباه نکنم. این سلسله مراتب. من میخوام توی اکسیزم اینجا توی این گراف سمت راستی، الان محورم نسبت به چیه؟ مناطقه، درسته؟ یا قاره ها. میخوام اینجا کشور رو هم ببینم. میام چیکار میکنم؟ کانتری رو از اینجا برمیدارم، میام میذارم این زیر این. ولی اینجا هیچ چی اضافه نشد، ولی سلسله مراتب بهش اضافه شد. این بالا رو ببینید چند تا گزینه اضافه شده بچه های، چند تا فلش. اگه من این الان حذف کنم این فلش ها میره. اون فلش ها چی میگه؟ اه افتاد اینجا، میذارم اینجا. چهار تا گزینه اضافه شده. اولی میگه که من تو رو میبرم یه پله بالاتر، یعنی هایرارکی بالاتر، یه پله سلسله مراتب میبرمت بالاتر. یعنی اگر تو کانتری باشم میبره من میبره توی رژین. این یه پله منو میاره پایین تر. دیریل یعنی فکر کنم مته دیگه، سوراخ کردن اشتباه نکنم. این میاد پایین تر و اینو بزنم میره رو کانتری. نکنید خب زایمون کرد هنگ کرد. بزنید یکی رو بزنم go to next level. خب میذارم اینو بره next level. یا کنی رفت توی next level، یعنی تو رژیم بودم رفت تو next level یعنی country. الان اینو بزنم برمیگردن یه پله بالاتر، دیریل اپ میکنه، یه پله میام بالاتر میشم دوباره همون رژیم. پس با اینا شما میتونید بین این سلسله مراتب یا لایه ها حرکت بکنید. اینا میبره شما رو به پایین ترین level که اینجا پایین ترین لول کانتریه. اگه من یه چیز دیگه بهش اضافه کنم، مثلا بر اساس ایج آی دی، ایج گروپ هم کجاست بچه؟ ایج گروپ هم بیارم اینجا اضافه میکنم. الان من بیام توی بالا بالایه، یعنی میام توی رژین نیم، اینو بزنم منو میرم توی ایج گروپ. بر تو ایج گروه بچه. حتی نه انتونم کجا برده منو؟ طبیعتا من میبرد فقط تو ایج گروه، ولی برده توی هم الان دارم قاره رو میبینم، هم دارم کشور رو میبینم. بذار یه پله بیام بالاتر. این چیه؟ یه پله میام پایین تر میشه کشور، یه پله میام پایین تر. آه حالا شد. نکنید من آورد کجا؟ اول اینجا بودم، یه پله اومدم پایین تر کانتری رو نشونم داد، یه پله اومدم پایین بر اساس ایج گروپ نشونم داد. دیگه پایین ترم نمیتونم بیام چون این تهشه. دوباره پله میتونم برم بالاتر بیفتم تو کانتری یعنی کشورها، یه پله برم بالاتر بیفتم توی قاره. به این میگم بچه دیریل. من میتونم این سلسله مراتب رو خودم دستی درست کنم اینجا. میام چیکار میکنم؟ میام توی ستون، توی جدول دیم رژین، روی رژین نیم یک کلیک راست میکنم بچه ها،
یه گزینه داره نیو اینا کریت هایرارکی، اینو میزنم. خب بعد اینجا زیرش چیز اضافه میشه میبینید؟ بذار اینو بیارم بهتر. میام کانتری رو میندازم زیر این. نشد؟ اه؟ یعنی چی؟ کانتری رو میندازم اینجا. گویا سر ناسازگاری داره با ما. مور آپشن این باید خیلی راحت تر از این حرفا بیاد بیفته اینجا. یعنی چی؟ چرا نمیشه؟ الان من بیام اینو میارم اینجا میدارم روی این. اجازه میگه نداری. چرا اجازه ندارم؟ من میتونم به این اضافه کنم چیزی؟ یعنی چی؟ عجیبه عجیبه، نمیدونم چرا اینجوری شد. در اصل الان باید من میتونستم کانتری رو بیام بندازم اینجا، یه دونه هایرارکی درست بکنم، بعد این هایرارکی رو بیام بزنم اینجا، ولی نمیدونم چرا قفلی زده و ول نمیکنه. اینو بردارم اینجا، اینو بیام بذارم اینجا، رجینه ای من بذارمش اینجا، کانتری رضایت بده دیگه. نه چرا میشه، اشکال نداره بگذاریم. من خواستم یه اینجا هارکی درست کنم ولی نشد. حالا نگاه میکنم بعدا بهتون میگم. حالا این نکته رو میخوام بهتون بگم بچه ها. من میام تو این گراف سمت چپی، خب مثلا توی این برای کدوم کشور، این برای کجاست؟ میکنم برای آسیا بود درسته؟ من از این سمت چپی آسیا رو فیلتر کردم. خب کانتری رو میذارم اینجا، یه پله میام پایین تر. فقط کشور آسیایی رو میبینم بچه، درست میگم؟ آره فقط کشور آسیایی میبینم بخاطر این فیلتری که این سمت چپ انجام دادم. اگه اینجا مثلا بیام رو این آبیه بزنم کشورها عوض میشه، الان کشورهای بگم آفریقایی رو نشون میده. یعنی بر اساس این فیلتری که شما این سمت چپ انجام دادید، کشورهایی که سمت راست میبینید هم متناسب با اون خواهد بود. یه نکته آخرم بگم و دیگه انشاءالله درس این جلسه رو ببندیم. توی دیریل بچه ها یه گزینه وجود داره به نام Apply دیریل Down Filters To. شما میتونید مشخص کنید روی انتر پیج، یعنی شما دیریلتون رو دوتاش داره اعمال میشه. خب اما مثلا میتونید بگید فقط رو سلکشن اعمال بشه، یعنی اگه مثلا اینو انتخاب کردم دیریل فقط رو این اعمال بشه. نیا کنید من این پله میام بالاتر، اینش تغییر نمیکنه، میام پایین تا هیچ تغییر نمیکنه. چرا؟ چون گذاشتم روی سلکتد ویژوال. پس شما میتونید اینجا انتخاب کنید که دیریل کدوم یکی اعمال بشه، همه گرافای صفحتون یا یه دونش. اینم از بحث تول تیپ و دیریل. بریم بیام جلسه بعدی بحث رو ادامه میدیم. فعلا خداست.